سلام، با خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 16 ماه جوزا سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 5 ماه جون سال 2012 میلادی. در آغاز سرخطه چند خبر. آماج قرار دادن ابو یحیی علوی مرد شماره دوم شبکه القاعده از سوی نیروهای آمریکایی در وزیرستان شمالی. توافق کشورهای آسیای میانه با ناتو برای بیرون کردن تجهیزات ناتو از راه آسیای میانه. باجدار روسیه و چین از ارگونه مداخله نظامی بر سوریه. جوزاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ابو یحیی علوی مرد شماره دوم شبکه القاعده و موج حمله ابوی نیروهای آمریکایی قرار گرفت. مقامات آمریکایی میگویند که در حمله ابوی آنان بر وزیرستان شمالی 15 عضو شبکه القاعده کشته شدند، اما این مقامات از کشته شدن مرد شماره دوم شبکه القاعده هنوز هم شک و تردیدهای دارند. در این حال یک مقام بلندپایه پاکستانی به نیویورک تایمز میگوید که به نظر میرسد علوی در این حمله کشته شده باشد. این بار کشتن ابو یحیی علوی هدف اصلی آمریکایان در وزیرستان شمالی بوده است که احتمال می‌رود وی در یک حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی به روز دوشنبه در این بخش قبایلی پاکستان کشته شده است. از علوی به حیث مدیر کل شبکه القاعده نیز نام برده شده است، کسی که بیشتر عملیات‌های نظامی شبکه القاعده را در سراسر جهان نظارت می‌کرد. این حمله به گونه دقیق بررسی می‌شوند که آیا علوی زنده است یا نه، اما مطمئن شدن درباره این موضوع زمانگیر خواهد بود. اگر مرگ وی تایید شود، ضربه بزرگ به شبکه القاعده خواهد بود، زیرا علوی مرد شماره دوی این شبکه است. با وجود شک و تردیدها درباره کشته شدن علوی در میان مقام‌های آمریکایی، برخی از مقام‌های پاکستانی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز درباره کشته شدن این عضو بلندپایه القاعده مطمئن‌تر به نظر می‌رسند. به نظر می‌رسد که علوی در حمله روز دوشنبه نیروهای آمریکایی کشته شده است. در همین حال شماری از آگاهان کشته شدن علوی را پس از کشته شدن اسامه بن لادن دستاورد بزرگی برای نیروهای آمریکایی می‌دانند. با باور این آگاهان، افزون بر اینکه کشته شدن علوی تاثیر بزرگی بر عملیات‌های نظامی شبکه القاعده خواهد گذاشت، یک بار دیگر وجود پناهگاه‌های نیرومند شبکه القاعده را در پاکستان روشن می‌سازد. او فعالیت‌ها و پلان‌هایی که داشت، او فعالیت‌ها ممکن به تعویق بسته یا خونسا شو از بین بره، چه کسی که جای ازیره میگیره باز به اون مفکره نیست، مثل که خودی ازیه است. بخش نظامی این بیشار یک زایی کلان است برای القاعده. من فکر میکنم که تاثیرات منفی داره، تاثیرات منفی سر تشکیلات القاعده، تاثیرات منفی سر روحی نظامی القاعده و تعدد زیاد پر کردن جای زیادن برای القاعده در همین منطقه به خصوص بسیار مشکل خواهد بود. علوی شهروند لیبیا است و گمان می‌رود که در حدود 40 سال عمر دارد. ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به این عضو شبکه القاعده $1 میلیون پاداش تعیین کرده است. ناتو تجهیزاتش را از راه آسیای میانه از افغانستان بیرون می‌کند. دبیرکل ناتو می‌گوید که این سازمان با ازبکستان، قرقیزستان و کازاخستان توافقنامه‌ای را امضا کرده است که بر بنیاد آن خروج ناتو از افغانستان سهل می شود. و می گوید که بر بنیاد این توافقنامه ها اکنون ناتو می تواند ده ها هزار واسطه نظامی و دیگر وسایلش را از افغانستان به گونه تدریجی از راه آسیای میانه به روسیه بیرون کند. نبرد هنوز در افغانستان به گونه کامل از میان نرفته است. و گفته می شود که مخالفت ها در بخش های از کشور اکنون هم پا بر جاست. اما در آن سوتر ناتو برای بیرون کشیدن تجهیزاتش از افغانستان توافقنامه هایی بسته است. توافقنامه هایی که به باور ناتو ترک این سازمان را از افغانستان آسان ساخته است. ما برای انتقال تدارکات ما از افغانستان با کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان به توافق رسیدیم. توافق با این کشورها گزینه‌های تازه‌ای را در اختیار ما می‌گذارد و ما از یک شبکه پیشرفته حمل و نقل بهره خواهیم برد. اما پس از بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان، مداخله های کشورهای همسایه نگران کننده گفته می شود. ناتو برای درگیر بودن فعالانه با همسایه های افغانستان به تلاش هایش ادامه خواهد داد تا یک پشتیبانی وسیع تر را برای ثبات افغانستان داشته باشیم.
روشن نیست که اوضاع افغانستان پس از بیرون شدن نظامیان خارجی از این کشور چگونه خواهد شد. دیدگاه های هم وجود دارند که بیرون کشیدن تجهیزات ناتو از دهلیز شمال واشنگتن اسلام آباد را در انزوای بیشتر فرو میبرند. همچنان اظهارات وجود دارند که ناتو افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. دبیر کل ناتو با تاکید بر این مطلب میگوید که این پیمان با فرستادن یک پیام نیرومند به جهان پشتیبانی درازمدتش را از مردم افغانستان اعلام کرده است. دبیر کل ناتو از پیوستن روزافزون طالبان به شورشیان برابند سال نیز خبر میدهد و میگوید که از ماه دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون یک افزایش 40% در شمار این افراد به میان آمده. دبیر کل ناتو یک بار دیگر بر سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تاکید می‌ورزد. اندرس فوگ راسمیوسن در دیدار با نخست وزیر نیوزیلند در بروکسل مقر این پیمان میگوید که هرچند انتقال مسئولیت ها از نیروهای خارجی به نیروهای افغان با دشواری ها روبرو خواهند بود، اما نیروهای افغان اکنون توانایی مبارزه با این دشواری ها را پیدا کردند. افغانستان در نشست شیکاگو دو هفته پیش ما یک راه روشن را برای تکمیل ماموریت کنونی ناتو در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی تایید کردیم. اما یک پیام روشن را به مردم افغانستان و منطقه نیز رسانیدیم که ما به تعهدات خیش در برابر افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیز متعهد هستیم. نیوزیلند نیز یکی از متحدان ما در افغانستان است. نیروهای این کشور یک نقش مهم را در تأمین امنیت بامیان بازی کرده است و این کشور به حمایت مالی از افغانستان با آموزش نیروهای افغان ادامه خواهد داد. همکاری کشورهایی چون نیوزیلند به ما کمک خواهد کرد تا ما دست آوردهایی را که با سرمایه هنگفت و خونریزی فراوان در افغانستان به دست آورده ایم حفظ کنیم. در همین حال نخست وزیر نیوزیلند از ادامه همکاری جامعه جهانی با مردم افغانستان سخن می‌زند. We've been working together on the battlefields. ما با هم یک جا از سال 2003 در جنگ افغانستان همکار هستیم. همکاری میان نیوزیلند و ناتو در حال گسترش است. من امیدوار هستم تا تلاش های نیوزیلند همراه با تلاش های 49 کشور دیگر در افغانستان یک تغییر مثبت را در زندگی مردم افغانستان به میان آورد. نیوزیلند در حدود 145 سرباز در افغانستان دارد و بیشتر این سربازان در ولایت بامیان جا به جا اند. حکومت نیوزیلند در حدود دو هفته پیش اعلام کرد که سربازان این کشور یک سال پیش از برنامه تعیین شده، یعنی در پایان سال 2013 میلادی، از افغانستان بیرون خواهند شد. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از هند خواهد خواست تا یک نقش نظامی را در افغانستان بازی کند. مقامات آمریکایی میگویند که هند هرچند کمک‌های فراوان مالی به افغانستان نموده است، اما لیون پانتا در دیدارش با مقامات هندی می‌کوشد تا آنان را به سهم گرفتن دهلی نو در روند آموزش نیروی امنیتی افغان راضی سازد. لیون پانتا امروز در یک سفر رسمی به هند رفت. مواد ساخت ماین‌های کنار جاده از پاکستان وارد افغانستان می‌شود. ریاست امنیت ملی با ابراز این مطلب می‌گوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 280 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در کشور کشته و زخمی شده اند. در این حال مقامات آمریکایی میگویند که نزدیک به 60% از همه تلفات سربازان آمریکایی از آغاز سال روان میلادی تا کنون در افغانستان سربازان اند که اعضای بدنشان را در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری پیشرفته از دست دادند. انفجار ماین های کنار جاده مقام های افغان و آمریکایی را سخت نگران ساخته است. آمارهای ارتش ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهند که این مواد انفجاری پیشرفته از سوی شورشیان ساخته می‌شوند و بر ضد نیروهای آمریکایی و افغان به کار می‌روند. از سوی دیگر معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که در این اواخر بیشترین تمرکز دشمن بالای ساخت ماین‌های کنار جاده است که دشمن برخلاف قوانین جنگی از آن استفاده می‌کند. اینی مواد و اینی وسایل را از کشور پاکستان اینا انتقال می‌دهند از راه اسپین بولده که مرز مشترک ما با چیز است، با کشور پاکستان است و یا از او مناطق سرحدی راه های غیر رسمی و غیر معمول انتقال میتن. مقام های افغان و امریکایی میگویند مواد انفجاری پیشرفته که بیشتر در کنار جاده ها پنهان ساخته میشوند سلاح اصلی شورشیان است و جلوگیری از انفجار آنها کار دشوار است. اگر به وضعیت محیط زیست در کشور توجه جدی نشود، افغانستان گواه فاجعه انسانی در سالهای آینده خواهد بود.
معاون دوم رئیس جمهور با نگرانی از وضعیت محیط زیست در کشور از جامعه جهانی و محیط زیست سازمان ملل میخواهد تا به وضعیت محیط زیست افغانستان توجه جدی نمایند. در این حال رئیس اداره محیط زیست از بدتر شدن وضعیت محیط زیست در سالهای آینده در کشور هشدار میدهد. معاون دوم ریاست جمهوری که در روز تجلیل از روز جهانی حفاظت از محیط زیست سخن میزد، هشدار میدهد که اگر به وضعیت محیط زیست در کشور توجهی جدی نشود، افغانستان گواه فاجعه انسانی در سالهای آینده خواهد بود. اگر همه مردم افغانستان، به خصوص شهروندان کابل و همه نهادهای دولتی در رابطه با آلودگی هایی که امروز مردم مظلوم کابل گرفتار است توجه جدی ننمایند، در پیشگاه نسل های فردا و مردم مظلوم کابل که به هزاران مرض مبتلا می شوند و امروز هم گرفتارش هستند، ما به هیچ وجه مسئولیت خود نمی توانیم ادا کنیم. در این میان رئیس محیط زیست افغانستان سالهای آینده محیط زیست را در کشور نگران کننده می داند. یک حرکت است از دیهات طرف شهرها و برای هر دلیل که از امنیت یا یافتن کار یا فرار کردن از محیط که خود نارام است می کنند، ما وضع محیط زیست برای سالهای بعدی بسیار خوب نمی بینم. خارج نمودن وسایط نقلی کونه دودزا از سیستم ترافیک، اینجا بزرگای از وزارت داخله حضور دارن، ما ایره جدی بخواییم که این کار باید صورت بگیره. شما اگر 100 نفر یا 1000 نفر متضرر شا خوب است، یا روزی 100,000 آدم در جاده ها در اینجا بیفتن. رئیس حفاظت از محیط زیست از تلاش های جدی برای حفاظت از محیط زیست در کشور سخن میزند و میگوید که قرار از دانشکده حفاظت از محیط زیست در دانشگاه کابل ایجاد شود و نیز تلاش ها برای آگاهی دهی مردم برای حفاظت از محیط زیست از سوی این اداره در کشور ادامه دارند. در این میان اداره حفاظت از محیط زیست از کارکردهای شماری از رسانه‌های کشور به منظور تهیه گزارش‌های موثق درباره حفاظت از محیط زیست ستایش کرد. باز هم در حدود 60 دانش آموز دختر امروز در ولایت تخار مسموم شدند. سخنگوی والی تخار با ابراز این مطلب میگوید که این رویداد در ولسوالی های راستاق و خواجه قارین ولایت رخ داده است. در این حال وزارت امور داخله میگوید که بررسی های نخستین وزارت نشان میدهند که در قضیه مسموم ساختن دانش آموزان ولایت تخار، گروه طالبان و افراد دست دارند که از سوی شبکه های افغان و استخبارات کشورهای منطقه حمایت میشوند. به دنبال مسموم شدن دانش آموزان دختر در تخار، پس از چاشت روز سه‌شنبه نیز در حدود 60 دانش آموز دیگر در دو ولسوالی این ولایت مسموم شدند. از این مسموم شدگی در دو مکتب که در خوجواره که در رستاق تنپاشی شده، در رستاق 40 نفر از شاگردای مکتب خوشمشتران روانه شفاخانه شدند، در ولسوالی خوجوارم حدود 20 نفر تانوز به شفاخانه روانه شدن. گزارش هایی که برای ما رسیده در ولسوالی خوجوار یک نوع بوی خوش در استشمام مردم می رسیده، بعد از او امو دختران یک نوع از ظرفیت و سرگیجی برشون واقع می شده و بالاخره اونا مراجعه می کنند به شفاخانه. در همین حال سخنگوی وزارت امور داخله مسموم شدن دانش آموزان تخار را کار طالبان و کسانی می داند که از سوی شبکه های هراس افغان کشورهای منطقه حمایت می شوند. تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که اینا کار طالبا و کسایی هستند که توسط شبکه های تروریستی و استخباراتی بیگانه دست به اعمال میزنند. از سوی هم سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که طالبان دشمن معارف و پیشرفت افغانستان هستند و آنان با هر گونه آموزش دختران مخالفت میکنند. در همین حال طالبان این کار را به شدت رد میکنند. سخنگوی والی تخار میگوید که در قضیه مسموم شدن دانش آموزان این ولایت در دو روز اخیر 11 تن بازداشت شدند که یک سردسته این گروه نیز در میان بازداشت شدگان است. به گفته وی 5 تن دیگر به شمول یک زن پیش از این بازداشت شدند. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. دومین خبرهاست طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز.
روسیه و چین از هر گونه مداخله نظامی در سوریه هشدار میدهند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید که بیجینگ و مسکو در برابر حکومت سوریه موقف یکسان دارند و به حمایتشان از حکومت بشار الاسد ادامه خواهند داد. پیش از این برخی از کشورهای اروپایی از آمادگیشان برای حمله نظامی بر سوریه سخن گفتند. همزمان با اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر 3 روزه برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای وارد بیجینگ شده است و در دیدار با همتای چینیش بر گسترش روابط میان مسکو و بیجینگ تاکید می‌ورزد، سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید که بیجینگ و مسکو بر پایان یافتن بیدرنگ خشونت‌ها در سوریه تاکید می‌ورزند. وی می‌افزاید که چین و روسیه می‌خواهند تا بحران کنونی سوریه از راه گفتگو حل گردد. چین و روسیه مخالف مداخله خارجی در سوریه هستند و نمی خواهند تا رژیم سوریه با توسل به زور تغییر کنند. چین و روسیه در حال بر پایان یافتن خشونت ها در سوریه از راه گفتگو تاکید می ورزند که به تازگی جنگجویان مخالف حکومت سوریه اعلام کردند که پس از این آتش بس را در این کشور رعایت نمی کنند. هرچند بر بنیاد طرح صلح نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، آتش بس در سوریه در 12 ماه اپریل سال روان میلادی برقرار گردید، اما سخنگوی جنگجویان مخالف حکومت سوریه میگوید که حمله های جنگجویان برای دفاع از مردم سوریه بر ضد سربازان حکومتی آغاز شده اند. و اکنون نگاه زودگذار داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. پاکستان امروز یک موشک کروز را موفقانه آزمایش کرد. ارتش پاکستان میگوید که این موشک توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد و میتواند هدف را تا فاصله 700 کیلومتر آماج قرار دهد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز در یک سفر رسمی وارد هند شد. هدف از این سفر دروزه لیون پنیتا گسترش روابط دفاعی میان واشنگتن و دهلی نو گفته شده است. این سفر در حال صورت میگیرد که به تازگی ایالات متحده آمریکا و هند از افزایش روزافزون بودجه نظامی چین ابراز نگرانی کردند. مراسم بزرگداشت از 60 سالگی سلطنت ملکه الیزابت دوم در بریتانیا ادامه دارد. نخست وزیر بریتانیا، مقام‌های بلندپایه حکومت این کشور و هزاران بریتانیایی برای تماشای این مراسم به روز سه‌شنبه در شهر لندن گرد آمدند. این مراسم در 350 سال اخیر در بریتانیا بی‌پیشینه گفته شدند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتون. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. وزارت تجارت صنایع از توزیع جوازنامه ها با شرایط نو برای وارد کنندگان مواد نفتی در کشور خبر میدهد. این وزارت میگوید که بر بنیاد این جوازنامه ها هر وارد کننده مواد نفتی حداقل تا 500 هزار دلار سرمایه داشته باشد و از خرید و فروش این مواد به وزارت تجارت صنایع اطلاعات خواهند داد. از سوی همین وزارت برای جلوگیری از نوسان بهای مواد نفتی در بازارها میگوید که با زودی یک کمیته مشترک از بخش خصوصی، اعضای مجلس نمایندگان و حکومت برای تعیین بهای مواد نفتی در بازارها ایجاد خواهند شد. وزارت تجارت و صنایع میگوید با توزیع جوازنامه های نو به وارد کنندگان مواد نفتی، این وارد کنندگان مکلف خواهند بود از واردات مواد نفتی و بهای تمام شد و فروش آن به این وزارت معلومات کافی بدهند. این وزارت میگوید اگر این وارد کنندگان از شرایط موجود در جوازنامه هایشان خلاف ورزی کنند، جوازنامه هایشان گرفته خواهند شد. په عمومي جواز کې بخکې داسې کوم شی نه اوسي مونږ ته تاجر وایي چې څومره مواد نفتي به دوی راواردوي په کومه میاشت کې او له کوم ځای نه به دا راځي. دغه معلومات هم زموږ لپاره مهم دي. دا هم راته مهم دي چې دوی په څو اخلي، قیمت ترانسپورت څه ده، چې په هغه اساس به مونږ وکولی شو دوی سره یو حساب وکړو چې مثلا دوی ته 15% ګټه ورکو یا 0% ګټه ورکوو. در همین حال این وزارت میگوید زمان برای گرفتن جوازنامه های خرید و فروش مواد نفتی تا 3 ماه تعیین شده است که پس از آن زمان مسئولان گمرک های کشور ورود مواد نفتی را بر بنیاد جوازنامه های کهنه اجازه نخواهند داد. تا 2 ماه دیگر بهره گیری از میدان های هوای فیض آباد و میمنه عملا آغاز می شود. وزیر ترانسپورت و نوردی میگوید که در حال حاضر کارگیری از میدان های هوایی با یکی از نیازهای اساسی کشور مبدل شده است، زیرا افغانستان به راه های بحری دسترسی ندارد. از سوی هم وی تاکید می‌ورزد که در نشست توکیو از جامعه جهانی تقاضای تنبیل هزینه ساخت چندین میدان هوایی را خواهد کرد.
در حال حاضر بیشتر میدانهای هوایی ولایتهای کشور خامه هستند و ظرفیت نشست و پرواز هواپیماهای بزرگ را ندارند. اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی بر بیشتر شدن تلاش ها برای ساخت میدان های هوایی ولایتی تاکید می ورزد. وزیر ترانسپورت و هوانوردی می گوید که تا دو ماه دیگر میدان های هوایی فیض آباد و میمنه به بهره برداری سپرده می شوند و کار ساخت میدان های هوایی خوست، بامیان، دایکندی، فراه، نیمروز، کندز و غزنی آغاز خواهند شد. وی می گوید که برخی از این میدان ها از بودجه دولت ساخته می شوند و بانک توسعه آسیایی و ژاپن نیز علاقمند سهمگیری در ساخت میدان های هوایی کشور هستند. در پلانای آینده ما البته میادین دیگه هم هست که طبعا کل میدانا را نه دولت افغانستان توانش داره که در یک سال تمویل کنه یا بودجهش تامین کنه و این ما در پلانای دراز مدت خود داریم. آنچه که بودجه ما از حکومت افغانستان از دولت افغانستان میگیریم یا مصرف خواهد کردیم و آنچه که از جامعه جهانی. همکنون افزون بر میدان هوایی کابل گفته می شود که پروازهای خارجی از میدانهای هوایی هرات، کندهار و مزار شریف نیز صورت می گیرند. اما به باور برخی از آگاهان نیاز است تا با معیاری سازی میدانهای هوایی دیگر ولایتها زمینه پروازهای مستقیم خارجی از این میدانها نیز فراهم شود، زیرا با این کار گذشته از آن که از تلف شدن وقت جلوگیری می شود سهولتها نیز برای باشندگان ولایتهای کشور بیشتر خواهند شد. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 50 افغانی و 40 پول، یک یورو 62 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 13 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 925 افغانی، 1000 تومان ایرانی 28 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 537 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می‌کنم. با عرض سلام، این هم چند رویداد ورزشی. تیم ملی سامبو کورش افغانستان برای حضور در رقابت های آسیایی سامبو و ستاره های سامبو کورش امروز رهسپار تاشکند شد. در این رقابت ها به نمایندگی از افغانستان 36 ورزشکار، 4 مربی، 1 ناظر و 1 پزشک شرکت می کنند. این رقابت ها در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از فردا در شهر تاشکند ازبکستان آغاز می شوند و 4 روز ادامه خواهند. ورزشکاران ولایت کندز با پاکسازی جاده های شهر کندز از زباله ها روز جهانی محیط زیست را گرامی داشتند. این برنامه از سوی اداره محیط زیست با همکاری آمریت ورزش، شهرداری کندز و بنیاد فرهنگ و ارتباط رسانه‌ای ولایت کندز راه اندازی شد. آمریت ورزش ریاست معارف کندز میگوید که برای گرامی داشت از روز جهانی محیط زیست رقابت های قهرمانی فوتبال با حضور تیم های فوتبال بلخ، سمنگان و تخار از امروز در چمن ورزش شهرداری کندز آغاز شده است. و اینکه قرار است در آینده نزدیک تیم ملی کرکت معلولان افغانستان ایجاد شود. بورد کرکت افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد که پس از رقابت های انتخاباتی کرکت معلولان چهره های برتر به تیم ملی کرکت معلولان افغانستان برگزیده خواهند شد. بورد کرکت افغانستان میگوید پس از انتخاب چهره های برتر به تیم ملی کرکت معلولان این نهاد تلاش میکند تا این تیم در رقابت های بیرون مرزی نیز شرکت کند. این نشست امروز در تالار رسانه‌های بورد کرکت افغانستان برگزار شد. بورد کرکت افغانستان میگوید که ایجاد تیم ملی معلولان از اولویت‌های کاری این نهاد است. دو نمنګا نړی ملی لوبډلی جوړو او دغه لوبډلی با په نړیواله کچه باندې په مختلفو سیالیو کې ګډون کوي او لومړی دوره د پاکستان څخه شروع کیږي او ان شاء الله نورې سیالۍ به په اروپا، آسیا او ورته هیوادونو کې پر مخ لاړ شي. آقای شینوری میگوید ولی ولایت پروان 20 جریب زمین را برای ساختن ورزشگاه کرکت در این ولایت در اختیار بورد کرکت قرار داده است و کار ساختن این ورزشگاه در آینده نچندان دور آغاز خواهد شد. از توجهتان سپاس. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می‌کند. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 21. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27. و سرانجام در شهر هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22.
این بود خبرات این ساعت. توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.